دوستان، یه قابلمه پر بود، میخواستیم برای اون سگ غذا بذاریم، ولی قبل از اینکه ما برسیم بالا اومد همه رو خورد. سلام. یه پانوراما از شما میگم بوده عالیه. چاره بالا. چه خبر؟ من با سه تومن کل خونمون رو رنگ کردم. در عوض خونه شما که سلام بچه ها، چطوری؟ روز زیباتون بخیر. نریزه اونجا. میریزه؟ سلام، چطوری؟ روز زیباتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. چه خبرها؟ چه کارا میکنید؟ ما قراره با دوستامون، البته شما اینا رو کمتر دیدین چون به خاطر مسائل کاری، شرایط کاری کمتر پیش میاد کنار هم باشیم، قراره آخر هفته بزنیم بیرون و این دوره همی خیلی یهویی پیش اومد. من گفتم بعد مدت‌ها یه ذره تنوع بدم به غذاهامون، برم غذای گیاهی درست کنم. دیشب آدرم دیر وقت البته اومد، رفتم غروبی بیرون، دم سبزی تموم شد، می‌خواستم کوه سبزی درست کنم. آدرم خیلی البته اهلش نیست، ولی خب قسمتم نشد. یکم گوشت داشتم بیرون، صبح زودتر بیدار شدم، از 7 بیدارم، کتلت درست کردم، این آخری هم سوزوندم دوستان. حواسم رفت پی صبحونه. تو واقعا داری کتلت رو با کوه سبزی مقایسه میکنی؟ نه، واقعیتش قابل مقایسه نیستم، ولی من کتلت رو دوست دارم سیب زمینی باشه، گوجه، بعد با برنج، اینجوری با دست، یک حالی میده، اینجوری با نون خیلی دوست ندارم. ولی دیگه گفتم اینو درست کنم، آدرم رفت صبح نون گرفت دستش در نکنه. کیک شکلاتی درست کردم و صبحمونم با یه غذای فوق العاده لاکژری و بریز به پاش. بندری درست میکنم. این صبحمون اینقدر موزر شروع بشه دیگه، شما بدونید امروز قراره چه روزی باشه. خلاصه که خیلی دوست داشتم که شما هم در کنار من باشی. مطمئنم شاید نتونم خیلی ویدیو بگیرم، ولی تا جایی که بتونم شما رو همراه خودم میکنم. امیدوارم به شما هم کلی خوش بگذره. این جوری بود. باید کمی رو دوشن دو دادی اینجا بدیش؟ ببین رفیگم همه این سایزیه. خب این تو این دوتا میشه. بعد وقتا این باز بکنم دوستم خمیره بخورم. خیلی هم براش خود. درود دوستان، امیدوارم هر جلسه خوش و خورم موفق باشید. انگار دارم خداحافظی میکنم. بچه‌ها من درگیر این بودم که امروز غذا خیلی کمه، چون میخواستم برگ مو هم درست کنم. آه. دیدم سبزیش نیست. خوب بود، خوب بود. اومدم فلافل درست کنم، دیدم دیر وقته تا نخود رو خیس کنم و اینا. خیلی درگیر غذا بودم. قرار شده که نهار رو هر کی بر خودش آماده کنه، صبحونه‌شو بخوره، نهار آماده کنه، اگه گرسنه شد تو راه بخوره، اگه نه وقتی رسیدیم چون ویلا کرده کردیم اونجا هر کی نهارشو بیاره بخوره، تا به امید خدا شام که دیگه کبابه. اون حالا مثلا دوتا میشه، اینا دوتا میشه. امروز اولین باریه که به نظر من غذام کمه، دوستشم بیشتر باشه. این همیشه کدر درست میکردیم واسه بود بود یه دونه کوچک درست میکردیم. بله من برش بمیرم، هر وقت هم درست میکنم یادش میفتم. یه دونه تست میکردی اونو، میخوای کوچیکر تست کن. میبین چرا این سری ادویه‌اش رو چی زدم؟ خارجی؟ آره تاکو. ببین چه جوریه فرقش، فرقی کرده نکرده طعمش. ولی ذره با ترس و لرز زدم. دقیقه مزه تاکو میده. خوشمزه؟ تاکو خوردی؟ نه نمیدونم تاکو هیچ وقت تمونه داشت. بعضی یا خوبه مثل سالسا میمونه. میدونی تو کتلت میخوام بدونم بد میشه این ادویه یا نه، چون باید آدم تست کنه دیگه. یه طعم جدید جالب خوشمزه است. آده اینا یه ذره برشته شده بر خود آبرو میده جلوه بچه ها. میمم بزن اینا که بزن مامانم توی کتلت بعد آقا سبزی میده تو خب خوشمزه میشه همین تموم میده. تنظرم بهش نزدیکه خیلی باید یکی همون تنده. تند هست چون فلفل قرمز داخلش بود. من هم میکنم فلفل زنم. از خودم مایه میذارم دو تون میذارم. خب بعد اونو یه جوری علامت گذاری کنیم مال خود دونو میکنم. نه آده اینایی که اینجوری بزرگه ببین اینو من یه دونه گذاشتم، اینا رو دوتا گذاشتم.
ببین این مثلا یه دونه میشه. نمیدونم. بعدم باید کدت این دراز رو بزنی. آره میگم من دستم به اون حالت نمیشه. میگم میگم مثلا نیست. به خاطر چی گفتم بیا کمک کن. من تابه ای درست میگم. بعد که خود بدون نزد بشم. خب این چیه؟ این مر خودته؟ مهربه. خب اینو علامت بزن چون این برشته است. اینجور دوست این هم یه دونم بهت تو این دو تا جا میشه نه؟ اون دیگه جا اون یه دونم ما هم نیست کنم نیست کنم اون یه دونم بیچاره زفا باقیه چی؟ به یاد ندارم من موقع بیرون رفتن لاکو اینقدر با آرامش زده باشم. بچه حاضر شدیم من گفتم یه لاکو میبرم داخل ماشین اسپرم که دارم خوش میشه. به عادل گفتم زنگ بزنیم قرار بود بریم دنبال پسردایی عادل که اونا گفتم ما تازه داریم صبحونه میخوریم. بچه ها اصلا بیدار نشدن یه سری یه سری دارم وسیله جمع میکنم. گفتم او تا ما بخوایم بریم خیلی طول میکشه. نه تنها دست بلکه پام هم لاک میزنه. اینترنت ضعیف بود من وقت نکردم برم داخل گروه ببینم چه جوریه. فکر کن دیگه دوستامون چی ان که ما زودتر از اونا حاضر شدیم. بچه‌ها خستن. منم خسته بودم. چه نه من خیلی گرمم. یه عادتی که دارم دقیقه 90 باید لباس بپوشم. فکر کنید الان لباسو پوشیدم گفتم خب لاکو میذارم که چیز نپره. خب میتونی لباسو در بیاری. نه دیگه نمیتونم دوباره در بیارم دوباره بپوشم. چی میشه؟ لاک میزنی یه مدت نباید جای دست. یه مدت. دو سه روز دیگه. نه بابا یه چند ساعت. خلاصه که وقت دار. آرامش کار تو بگم بیا لات نمیخواهد نه من میخوام بخوابم یکم استراحت اونقدر یعنی قرار طول بکشه حالا یه ده دقیقه میخوابم دیگه نمیخوام یک ساعت بخوابم که بابا جان بخواب دیگه سرپا دوستان حاضر شدیم قرار بریم دنبال پسردایی عادل و بعد دیگه بچه‌ها حالا قراره بیان که یه جا هم دیگر ببینیم ولی یه سری ها قرار برن نون بگیرن کاش به ما گفته بودم اون وقت داشتیم فکر نه نونوایی باید باشه داری سالیازه نونوایی میبنده امیدوارم باشه وگرنه شام نداریم نونو برای شام میخواییم الهی به امید تو من برای بچه ها میخوام این رو بروشم چون بایی راحت تر هم بچه ها رفتیم دنبال مونا و محسن مسائل ها رو بار زدیم چطوری این مونا؟ کنارش هم چه خوش میذاره بچه ها نون گرفتن دیگه ما حرکت میکنیم به سمت خروجی انزلی اونجا منتظر بچه ها میمونیم که اونا هم بیان شهرم خیلی شلوغه هوا هم خیلی گرم شده تا چند روز پیش بارون بود ولی امروز از شانس ما آفتابیه و خیلی گرم آره میگم که بارون بود مسیر رزوان شهر بازه رزوان شهر یه دون نوبایی هست بسیاریه رزوان شهر میداره یه نوبایی هست هم سنگت داره هم بربری بچه ها درگیر نون شام هست چیز بارست برزیل بش بارست کماکان منتظریم بچه ها بیان از اونجایی که مونا خوابش گرفته من گفتم یه قهوه براش دم کنم دم کنم بزنم دیگه خیلی
نمیدونم نونو گرفتن نگرفتن. راست احتمالا گرفتن دیگه. واسه نون گرفتن؟ نون نگرفتن؟ نمیدونم. رسیدم منتظر بقیه بچه‌ها هستیم. سارا جون دوستا سارا. بسم الله الرحمن الرحیم هستم. خوشحالم از اینکه با دوستای عزیزم بعد از مدت‌ها میریم بیرون. جای همگی خالی. واقعاً جاتون خالیه. ولی فعلا تو آفتاب موندیم. هنوز پسرا نیومدن. بله. بنده خدا ماشینو کردن دیگه. وانه. کار از ماشین گذشت. من بگم شما جون داریم مهدار و شما رو می‌خوام. شما رو خوش نمی‌آید. من نمی‌دونم خدا. سلام علیکم عزیزان دلم، جای همه دوستان خالی، یه روز فوق العاده کنار عادل جان سزار جان بریم خوش بگذره، روز خوبی بگذرونی. آقا دلست شما در نکن آقا، عجب تو فیلم برداری آقا مادر اینه که شکسته، طبق معمول ما توی این مسیر پیمان نیست دیگه، من اصلا میگم من پیمان چیزی میگیم جاده داریم عینک تست میکنیم. مشکی بخواهی هم مشکی باشه میشه رنگی را شیشش منظور نه سره حالا نشون بدیم شما ما ببینیم ما خواهی ما بریم منظور این رنگی سرمه. آره جای بچه ها خالی، همه یه دور عینک ها رو میزدیم تست میکردیم ببینم آده اینا همه واقعا یووی هست؟ اینا هم بدک نیست، ولی قهوه یا مشکی باشه بهتره. بیا تست کن بیا گرفتی که چند تست بذار بگیره محسن این دوستام دارم میبینم همه اصخایی گفتم که همه رو بخواه یه دوره نمیدونم اینم یکاش مشکی بود ببینم مانا آقا مرده آره واقعا اینش بیا فیلتره خیلی مسخره شدم دوستان به من نمیاد من قصد عینک نداشتم حالا اون ببینه همه میگه شما سادش به این بود خیلی بزرگه بود همه جا رو قرمز میبینم عادل قرمزه خیلی قرمزه نمیشه این بدک نیست آره نه این کی هم هست نه اینجوری بود اگه این ساده بود خیلی خوب بود واقعا ساده سی نه منظورم این آره مثل برای من این همون دارم مشکیشو مشکیشه نه انتخاب نکردیم همه خوبه باید بیشتر میاد بازم من باید سر فرصت برم به چرخم اون دومی که گذاشتیم که خیلی خوب بود از وقتی عادل این عینک رو گرفت از این بارو میگرد الان دیگه آره سمت جا ده سالم داریم میریم اون سمت مهه دوست نداریم؟ من دوست دارم البته نه اینجوری بیرون رو نه با واسه این مرده یه بارده بودم خوب بود که خاطره خوبی نداری؟ آه 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 آه
واسه استوری میخواستم آهنگ جذاب داشته باشی. میشه بیاریم شاید اونم هست برام میاد مثلا یک جا نگه داشتیم غذا بخوریم. این ساندویچ های من گنده است. نصف مونا کالباس داره درست میکنه. همش میلا چطوری؟ من تشنمه. نوشیدنی داریم که آره تشنی. الان هوا خوبه. مدلم طبق معمول من گشنم هست. چه عینکی داری شما قاده؟ آقا از وقتی که تو راه نگه داشتیم عادل عینک گرفت آسمون اینجا شد بارونی شد. آره تو راه همایون چه ساری؟ احوال شما بچه برمی بخورید دیگه چه کاهوهایی؟ آره این ترون بوده اینجوری شد. این هم کالباسه برش بروری میلا بچه ها اینجا مه خیلی بیشتر شده. یکم رانندگی سخته. دارم بوم میزنی بوم بوده که دارم میام خبردار بشن من دارم میام. یواش یواش الان ماست دیگه برو برو از دیده نمیشه بچه ها. ما تابه رو نمیبینی. من جانه نمیبینی. دقت کن آدل دقت کن. بالاتر است نمیشه تابلو زده 35 کیلومتری خلخال. اینجا همچه گوشت میخرید از آقای معلی رسید بعد روبروی هلال همه افکه غذا مونه خوب هلال همه میدونم کجا هلال همه شستم یا کباب همه همیشه تو برف هم باشه تا اونجا میتونیم بدید. از بعد هلال همه دیگه خیلی برف کنه میشه ولی مه خیلی زیاده. بچه ها چقدر سنگ سک سرد چه؟ سگای چی زن دیگه؟ راست داره تابلو باید گلن داشته باشه بدا. سمت راست گفتش 35 کیلومتری خلخال و این که تابلو یک قدم برو یک قدم واقعا برو بچه هم ماشین ها رو گذاشتی؟ آدل بیا وسایل رو برداری. اولی خسته نباشی. سلام. آدل صندوق رو میزنی؟ آقا کاپشنم کو. سردم. دیدین کاپشنم کو. سلام. این بار. نه با سلام. این بار. این بوزه گره ها رو. سلام منم چیز آوردم. تو بس کنده سیستم چیه؟ آدل چرا آوردید؟ من این مانه گفتم همه چی رو میزنم. تو در حال محول سازی چای و میوه بچا رسیدیم آب گذاشتیم پیش میاد دقیقا خودمون بس بازیم خودمون حالا نمیان سفره چیزا خوب بیا ولی اینجا رو همه سفره گذاشتیم داریم ظرف برخار هم میشوریم بیت بیت من اون رو میگم نه 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 ویو داره Thank you.
بچه اومدیم، هوا یکم صاف شد، گفتیم بیاییم برای عکاسی. یه سری ها که خوابیدن، فقط من و سارا و همایون اومدیم اینجا. پشت هم میبینی چقدر خوشگله. زنگ زدیم ببینیم میان یا نه. خیلی قشنگه. یادم رفت عینک همو بیارم. الان یه کله چند در میاد این سارا؟ سلام. یه پانوراما هست من میگم بوده عالی. کله رنگ میکنی مثلا چهار بالا. چه خبر؟ من با سه تومن کل خونمون رو رنگ کردم. در عوض خونه شما که به قشنگی مو بر نمیشه. چه بجان که از دوستت حمایت کنی ببین داری تو سر مال میزنی چه کاریه؟ اگر از زشتی موهای خود رنج میبری. اگر در زندگی خود مشکل داری. موهای خودم استاد بسپاری. عشق در زندگیتون سوس شده. شما می توانید به سارا مراجعه کنید. بله دوست آرایشگرم. یعنی لولو برو هلو بیا. اینجا تبلیغاش می کنیم بر دوستامون. بیدیم پانو معذرت بگیرم ستاره. باشه. آره کاش می گفتم اینک هم بیارم. اینک همه اینو بذارم. به همه میام. آره همه اینو میدی؟ آره بله اینکتون. گوره بابای مال دنیا هفتت تان دروغ میگه از دست میشه یه هفت میلیون یه ها کن یه ها خدایش یه ها کن نگاه کن باهاتون قاطی نشه واقعا خارجی تو چرا عجب نمیشینه تن نمیشینه خوش از خدا پول میخواستم خوش از خدا پول میخواستم یعنی کاپچنه تو پاره میکنم از این سوسکا میخوادی بر من مگه سه بیشتره سوسکا بالا همه سوسکا جدید درو خدا خوش میکنم آقا بریم درو خدا درو خدا بریم چی شده دیدی از دست داشتی میدادی اگه نمیومدی اشکال نداره بابا تو اشکال نداره از این گرفتی دیگه داری مدل وای میستی تربیتا تو خواهد چرا جست کردی؟ معنی داره از من عکس میگیره خودش هم جست میگیره فقط پاهاشو قربانه قرصاشو نخورده بسته سارا ای چی کار میکنی؟ زحمات بیداری از من بگیر که من چقدر دارم زحمت می‌کشم. اصلا یه سری از ظرفا رو سارا شست. همه ظرفا رو عزیزم یه سری اول من شستم. چند تا دونه پیش دستی بود. به این ظرفشویی نگاه کنین. به این آب چکون به این ظرفشویی. خودتون دیگه قضاوت با شما. قضاوت با شما. العف العف العف. الاف 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 بچه هم دارن تزینات و آماده امشب میخوام اینجا رو بهتر کنیم خیلی بامزه شده کی آورده اینا رو من همش واسه خودم تزینات ما برای رقص عادل و موسی رفتن پایین نمیدونم کپسول بیارن چیکار کنن میخوان آبو گرم کنن سارا دستش یخ نزنه اینا رو بیاد بگیریم برای آیندهتون خوبه آقا 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 من یه ذره اینو با یه ذره شل کنیم نمیدیم بالا نمیره من اینجا بذار اینجا من این داخل داخل نمیری که آده اینا نیومدن؟ واقعا به ساعتی دارم ظرف میشارم تو تاریکی هم باشم خدای انصاف نیستان با ریاضت دارم ظرف میشورم به خدا قربون دوستم برم بدون دستکش قربون دوستم برم عزیز دلمه بدون دستکش بدون دستکش آه برم 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 الو جرابون میکنم ستاره مارون میکنم Yalla, 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 yalla!
شدی؟ دوباره میگی آقا داماد یکم درگیر کپسول بنزین. آقا داماد جان میخوام یه ده نو بریم انشالله شما یه ماچی چیزی بریم. داماد من کپسول ببوسه. داماد عروس رو ببوس. یالا 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 داماد کپسول رو بلنگو عروس رو بچه داماد داماد عروس رو داماد بذار ما ده نو بگیم داماد من یه بذار بگیم آرتیستی ببوسیم آرتیستی میخواد. نه الان نه دستم یخ زد. عروس بشه. دوماد عروس رو ببوس. یالا 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 آرتیستی ببوس یالا. آقای علیپور آقای علیپور بشمار آقای علیپور ماچی بده یالا عادل ماچی بده یالا عادل ماچی بده عادل میخوای مگه انگلیس اقامت بگیری مگه منو چرا بوس میگیری ماچی بس بود. بس این رفته. مایلی برو کنار مایلی. آخ آخ. آخه اینجا رو بسوزونیم کلا. حالا اونو میشونیم. واسه نه درد بیاریم. مایلی خواهشام برو و مایلی. اینجا خطرناکه دوخ. اینجا اینجا اونجا نه اینجا. اونجا خیسه همون. حالا چیکار می‌کنی؟ این تمام ولی یوزون می‌کنی. محمد تو مایه آوردی؟ نه. چی آوردی به آتیش؟ هیچی. من همینو میگم با چی میخوام آتیش بزنم؟ با شمع. شمع نداری؟ نه. تو فیلم ها دیدم شمع رو میسوزونن. اونا تو فیلم هاست. اونا تو فیلم هاست. در واقعیت پیش نمیاد. من این همه آدم آتیش بزنم نمیتونی هیزم آتیش بزنم. خدا رو شکر. آتیش بیار مرکی است. آقا من چیزی که اینم پیشنم بشه خیلی بد میشه.
بابا این خوبه مثل آتیش بازی من چیه؟ آتیش بازی خوبه ماننی دومال آتیش بازیه ما میخواییم اینجا را آتیش بزنیم در فکر آتیش بازی خودشه عالی همسرم ببینم چیکار میکنی لیبا باشه الان این بگیر این نگبیخ محسن حواست باشه کسی گوشی آزاد داره ریسه براتونه عرض سلام بخوای ریسه بزنی اینجا ریسه میزن ریسه زنم بعد مجالسشون رو ریسه میزن ریسه زنی انجام کلیه سفارشات ریسه زنی پذیرفته با یکی رو دیدم ترسیدم نمیدونستم میلاده میلاد واقعا منم میبینم از آخو میترسم جن رو میبونه کساف یه چپ یه راست ماشالله عادل حلالت بشه حلالت باشه اون قضاهایی که ستار درست کرد بچه ها میخ داره مواده میخ داره باشه مواده چیز میزادون باشه آره دستاتون زندگی در شرایط سخت موری چی کار داری میکنی؟ اینو من با چشمام داره اینا رو کنترل میکنم که چی بشه؟ که بتونه کار منظم و یکی همیشه با مدیر باشه دیگه چه حسی داری؟ حس خیلی خوبی دارم غربت آزادی هاشم هم مرده دیگه کارش نمیشه گره این جان بزن سوری بزن شما من خدمات میدم شما ریسه زنی اگه شما استقبال میدم میزنم من میتونم کلا اینجا براتون روز کنم تروفوستی ولی همه یه دفعه میاد پایین بده حالا همه با هم دیگه یادم نیست چشمون تو چه رنگه میخونم دنیای رنگا رنگه بس که قشنگ چشمان شهر قشنگ چشمان ایشتله دیدم ماشالله ایشتله دیدم ماشالله الان شده تو بهم ما همیشه به هم رفت میشه آقا نفتو بیار بریز اول نفتو بیار بریز نفتو بیار بچه ها ما بریم یه سری ها بیان بالا جوجه رو سیخ بکشن جوجه کشتون سیخ کشتون منم نفتو بیار نفتو بیار نفتو بیار نفتو بیار همه چوبای خوش کن اونایی که ایمانشون ضعیفه نگاه نکن خوش بشه پایین اول یه جوری بریز پایین رو خیش کنی محسن برو اون بر خطرناکه نه بابا نفته بنزین نیست که این نفتش برو اون بر اون نمیگیره الان که بعد چیز کنه یه دونه کاغذ کاغذ میخواد بنزین نیست که عشقم کاغذ دستم کاغذی آزید جا خدا بگذر بیا اینا وقت مونا بیا عشقم بکنم بیا اینا من گفتم زیر بریم نه این دستم نگیر این خودش خیزی که نمیگیره خانه آباد من یه سال به اینو خوش کنم بیا امشب آتیش داریم یا نه بیا اگه ایمانتون قوی باشه این خوشی او خفه میکنه یه ذره رو من نریز بده من نهتیش نزن من اون بسته شدید بسته دوستان به نظرتون میشه یا نه صد درصد خلوص نیت باشه خلوص آره خلوص لاری باشه خیلی خوبه میلان نتونستی؟ نه تونستم ای جان آفره میلان مرسی عادل همایون همایون خود نفت بزن داره با فوران نفت نه به خدا نیست به جدم قسم به جدت بریم دوستی دیرنمون سوگند نگاه کن نگاه کن داره میگیره ایمانتون رو قوی کنید تو رو خدا ایمانتون رو قوی کنید انرژی مثبت بدید بچه ها به آتش انرژی مثبت خیلی خوب شده اصل زعفران اعلی دو آتیشه
دستت درم پیازه محلی خب عزینه کردی خیلی از این رنگ پنگا نزدی خوش نزدی اصلا توی خانواده بزرگ شده که اهل فیک اینجور شده همه ارشده خانواده اصیلی بزرگ شده دستت درم اصلا از اون پدر از اون مادر مشرف هستی دختری بایم ببار اون چون اونجوریه بایم بچه شما دارین چی کار میکنین؟ صدای چرا گرفته اینقدر جیغ زده؟ من بدترم ماسکیا بزنیم برای پسرام ولی این مواد تو نگه داره واسه اون جریانی که برای اینکه بالا اون رو بخورده آره یه سری از بالای بالا یه سری از بالا نه همه بالایی که مواد زده بودیم تو قابلمه بود گذاشتن دم در برای یه هاپوی پاشو کسی گردن شو کسی اومد خورد و رفت تو پیجت پزشک نداری که مثلا بریم این هاپو دهن زده آیا ما میتونیم بخوریم نه آقا نمیتونیم بخوریم ولی بچه ها آتیش باشه میگن آتیش همه چی از بین میبره نه ولی کل بالامون از بین رفت دوستان یه قابلمه پر بود میخواستیم برای اون سگ غذا بذاریم ولی قبل از اینکه ما برسیم بالا اومد همه رو خورد اینم گذاشتیم حالا ببریم برای حیوونا پیاز چه خیلی درست میکنم اینجا ای کجا خواست من خودم درست میکنم اینا بسته درست کنم نه این بسته هم به پیاز رو پوست کن بشور برای هم پیش هستی بیان نه پیش هستی بیان که باید خورد کنم من دنیا رو بدون اون بالا نمیکنم یا دست برو از حلقوم اون سگه بکش بیرون خدا اون زده دیگه حالا خوبه باش دستا شکسته بود اگه سالمون مرم میخورد پیازو کجا گذاشتیم؟ آخه ما دیدیمش، می‌خواستیم بهش غذا بدیم ولی قبل از اینکه آره غذا بپزه اومد خام خام خورد عبدالله سگاه یه مثلا یه تاروفی یه عبوعتی داشتن الان اصلا دنیا خیلی بریده ایشالله که بچه ها با این جوجه ها سیر بشن و چشمی دون بالهای هاپو شده ای نداشته باشن میلی به اون نبرن سیر میشن ایشالله که سیر میشن چند نفریم؟ مربا هست که دون چشیریم با مربا بخوریم مربا برای صبح خواهر دیگه صبح دیگه اینا رنا گل تا پله رنا تی دون برم کشه بسه آخر بره کشه رنا دل حوثی بنا جنه رنا بلا بوده دی دستانه رنا آی روسیا رنا رنا ریتیا رنا رنا میشه رنا سیه میشه رنا من بچم ای روز بومم تو خفته بی غربلی دراز درازا گفته بی غربلی حالا رها بده رو رفتم پشت بوم والی به تکونم والی خواهد نداشت خودم به تکونم دختر همسایه چشما رو دیده رفته واسه من چقدر میمل خریده من که میاد تا چرا آقا آسیمون پیدا میشه دختر همسایه آقای آقای شما ریمل نیاز داره شما به احیاس آقای آقای خلاصه تو رو میبره برای احیا و صحابی حالا ببینم بچکرم بچکرم به اعتقال شوهر اگه زن نایی میگشه که شوهر شوهره شوهر 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 معمی شوهره بخون شوهر گیم نیم معمی تو آجه سره شوهر معمی شوهره شوهر 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 اینا دارن چی کار میکنن بچه ها اینا خریدن نه بابا میخوام بشنی بروش آقا اصلا میخوام من نگاه کنم تو تا سنگ میاره آب جوش بریم وای ما چه همه دوباره اینا آب داری میاره بذار اینا جام جام چه چایی شده آب جوش هم به عالیه عجب شام چطور بود عالی بود دیگه شام نه همه چی خوب بود حمامش خوب بود پرتقال دندان همه چی عالی شام چطور بود بسیار عالی به جز شام در جوار دوستان عالی سارا عشق مورد چیکار میکنی؟ من دارم از ماه
ماه کامل عکس. امشب ماه کامله. همه آرزو کنن آرزوهاشون. ما کامل نیستیم ولی. بچه چه دیگه ما هم در کنار هم کاملی دیگه. بله 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 خیلی خوش گذشت. من آرزو میکنم که آرزوهای آقا عادل برآورده شد. مرسی واسه همه. آقا عادل تو چه آرزویی داری؟ اونم خوبه. من عاقبت به خیری تمام جوانها رو از خداوند بزرگ منان خواست دارم. ایشالله جوانان همه برن زیر سخت آشیانه عشق چیک چیک کنن. کامتون رو شیرین کنن. مرسی متشکرم. من البته اهل این تجملات نیستم ولی یه دونه کوچولو میخورم. متشکرم متشکرم. این میوه های بهشتی شکلاتی نوازی چشم دارم باز میکنم الان میام. یا علی یا علی عشقی عزیزم گفتی عروس نگاه کن اون زغال گاز سیاه. سلام دوستان روز زیباتون بخیر. دیشب خیلی شب فوق‌العاده‌ای بود. ما رفتیم جنگل یردی و کلی ترسیدیم. خیلی هم گرم بود به خاطر اینکه اینجا بخاری بود. ما زیاد کردیم که اونایی که داخل اتاقن سردشون نشه ولی ما آره ما واقعا جزغاله شدیم. صدام هم گرفته. صبح یه دونه مارمولک دیدم کشیدم. داریم بساط صبحونه رو حاضر میکنیم. آقا اونم اونجا خیلی بچه های خوب آره دارن دعا میکنن. دعا به جون ما این زحمت کشیدن. آقا یکی در مورد پنیر توضیح بده. هم آقایی که داره نماز میکنه توضیح کرده پنیر رو جا بود قبلی اون بره قبلی اون بره آقای مولا سر نکنه چیزی نماز بخونید. آقا زمان پنیر نمیخواد بخونید. آقا برو پنیر بیار. یه نفر تعریف کرد. دوستان هیچ کاری نکرد. خوشمزه. پنیر کی؟ یه قالی پنیر بیاره. گفتم باشه. پس بگو پنیر رو میاره. تا اینجا کار خوب پیش رفت. تا اینجا من انتقال دادم. همه چی اوکی بود. اینم گرفت آورد از مغازه خونه گذاشت روی موتور ولی یادش. الان پنیری که رو موتور بوده تکلیفش چی شده؟ الان پنیر نداره بخوره. مرغا رو که دیشب سگه خورد. پنیر رو امروز کی خورده؟ کلاغ. بوش بوش. بچه‌ها چی؟ الان همت نمی‌کنه. بابا دیگه خوبه سیزت اهل سجمعه ها رو به ازدواش نباشه. حتی خودی فروشنده سو کرده سوسیس پوشته همش پوشته پنیر دیگه چی بود؟ الان میخوام سوسیس تخم مرغ بزنم. سوسیس تخم مرغ میکنی تو فیلم میفتی یارتون قد میشه. سوسیس تخم مرغ چون این نکته ای دقت نمیکنی تو فیلم میفتی یارتون قد میشه. بدون هم دارید املت میخوردم سوسیس چه بدرود حالا مواظب خودتون باشید. کره و پنیر محلی همین محلی آه هستش و نون نه با نونه اگه بربری بود سه تا نون بربری بربری پایین یه لحظه گوش کنید. یه قالب پنیر بگی، پنیر خوشمزه، بوی گوسفند نده. دو تا قالب کره، پاستوریزه بگیری. بگو گاوی بده. دو تا قالب. آقا اجازه بده. دو تا قالب کره، پاستوریزه بگیر، دو تا هم خامه بگیر. خانوم، ببین میشه توضیح بدی به سوادم اضافه بشه. چجوری پنیری هست که گاوی باشه یا گوسفند بو نده؟ من میخوام گاوی بو نداره، ولی گوسفند بوی گوسفند. اینجا گاوشون گوسفند هم محلیه. من به اطلاعاتم اضافه شدم. خیلی خوش میزه. شیر خرم خوش میزه. آره اگه اطلاعاتی رو خرم خوش میزه. آفرین. آفرین. شما پایین با اونجوری مارو داریم میریم. چیارو دیگه؟ اه. نون محلی خریدین؟ بله. بله. پنیر محلی؟ بله. گفتم دو تا خامه پاستوریزه، دو تا کره. اشکال نداره. خامه نداشت. خامه. من یه چیزی بود، گفتم یه چیزی بود. من سه بار گفتم خامه. دیروز کار نمی‌کردم. نه گفتم. بعد چه کار؟ دوباره خانه بخرید. برید. نه، فهم دوباره. نه، 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 نه،
بچه سگر ببینه همه دو جه بایستانه مهیه زحمت بکشی بری بگیری بعد آخرش این حرفا رو بزنی آقا برو یادم رفت بچه ها ازدواج نکنید زن ما حالا که مجردی میتونیم خدا سب بده به شعره شد دست رو برسه به ذریع آقا اصلا یونش عالیه عالی برای آقا مرسی که ما مجرد بودیم آقا 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 یه بار خانه اومد یه چیزی از شما قصد نگیریم یعنی واقعا نمیشون گرم هیچ کاری نکردم ولی همین کار ولی کار عالی ولی همین هم نواز انجام نده خامه نکردیم دست شما نداره قادشاهش غذا نمیتونه قامش بوی گاومیش میده نخواستم سلامتی شما به خطر بیفته آره تو که راست میگی میخواست شعبی ما نره بالا منتظریم که یه ذره خوشنامونم داره تخت میخوره گوجه خوش بشه عادل بیاد که تخم مرغ باشه بزنه بعضی حیوانی خریده نه بابا اصلا حیوانی خریده جایدا آزمایش داری شما خانم سارا همه چیز اوکی سالم و سلامت و صحت باشه من اول تست خوابه نمیخوره که اون مربای توت فرنگی براتون آوردم توت فرنگیش هم خوشمزه است و همون تو زرنگی هایی که زحمت کشید درست کردیم آره آره دست شما دارنیم افنه همه بالا رفتن خوشمزه آشنون دست شما دارنم آشنون درست پنیر ما رو نیاوردیم آشنون درست خیلی خواسته بعد من رجا میشه این لحظه هزاران بار تقدیم شما بار سوسیسه همش گوشته هم سوسیسه هم گوشته سوسیسه گوشته بچه رو شما یکی دیگه رو زده اما توزید کنم بیسان رو اون داره بچه ها همه گوشنن یه جور بزنیم قشنگ سیرشن میگه الان یه واقعا وقت نهارم وقت دوازده مطمئن بودم صبح نمون اینجوری میشه دوزرده بود؟ نه نه آره با این چیزش با پوستش میزنه بهش میدونه آده دفتر تا تخم مرغ برای املت میخوایم 20 تا تخم مرغ دیگه دفتر کافیه برای اون آره دفتر هم اینجا نیست من نیست با آده چه نظری داری؟ عالی به خدا از شما نمیده هم اونه جدا اینم جدا داره این هم روش تخمه بخوره نه اونو همجوری خام خام میدنید دیگه حلالت باشی سوار حلالت باشی حلالت باشی ولی مشخصه که این سوسیساش همه گوش فرد از خیلی بله بار نه بده من هم هم نزدم جمعه آه جمعه عادلی بار نیم آره دیگه جمعه عادلی دیگه هر از جمعه سارایی نه دیگه نه سارا اولد مال عادل سوسیس مال منه این یه مقدار میدیدی کجی داره تو خمارگاه اون کج شده این من یکم تخم چیز میزنی بعد بهش آره حتما درسته
چون بچه های مقدار فشار خون دارن کم میزنیم مقداری فلفل. آره اصلا یادم رفت شما سلام کردی صبح خیلی گفتی به دوستان سلام علیکم صبحتون بخیر باشه روز خوبی داشته باشید زورتون بخیر سلام خیلی خوب خوابیدم خیلی خوب استاد بفرمایید شما نگه دارم حتی دیگه جایینا آده مدیر برنامه داره واسه اون لذت زدن آجا ببینیم ما همه رو دونگی بچه ها همه چی دونگیه ببینید اینجا گذاشتن که ما ببینیم چی ها خرید کردن حسیمه کردن برای شما بخواییم بچه کفگیر رو برداریم تو خونه خونمارم بریزن پنیر کیلوی 400 زیاده. پنیر کیلوی 400 گرفتی شوخی می‌کنی؟ تازه پنیرش هم خیلی خوب نباشه. بابا اینجا که از تولید به مصرف باید باشه، اینا باید ارزون باشه. مونا چی کار می‌کنی؟ تخمه ژاپنی. روشه جان، واقعا تخمه ژاپنی به نظر من سخت‌ترین تخمه دنیا. هنر. پدر املت ایران. من هر روز یه مش می‌خورم. خیلی سخت خوردنش. ولی هر روز می‌خورم. من تخمه کدو خیلی بیشتر دوست دارم. ماشاءالله. حلال روزه، حلال. من اینکه اینطوری درش بیاری خیلی مهمه. آره، اینکه دو طرفش جدا شه. تمیز درم بردم. عالی. بچه ها اونا که رفته بودن اقا دوباره اومدن جلو اقا بیا دوباره اومدن جلو چرا زحمت کشیدی ما که بازی بشه نقامی اجلاعی تو سر بخور اینم که برای عادل فرده اونم بده آقای مهندس موسیقی خودت چی؟ اینجا باید هسته با هسته شما بله از همه دور باشه مخصوصا از فالوورهای خواهر عزیزم همه دور باشه آده بله از تو دور باشه چشم از تو کور بشه از تو آیو امسال دیگه بری خونه بر آیو خوب الان مثلا الان من نه نه یه طور دیگه برای من میری سیاه شده یه دیگه بره مایدار باشه حسابه دو جمع کردیم اینجا هم داریم معرفت میکنیم که دیگه حرکت کنیم بیرون خیلی مهه دیگه با احتیاط باید پرندهی کنیم به سمت انزلی من دارم دستم داریم بچه ها ما داریم توی این وضعیت برمیگردیم مه خیلی زیاده اینقدر غلیظه شبیه بارون میمونه تسلط داشته باشه به رانندگی داره آلو چه میخوره تا اومدم ویدیو بگیرم رد شدیم دیوار شد چقدر بلنده از قسمت مهالود در اومدیم نه اینجا هست این بر جاده هم خیلی خوبه هوا هم عالی آره من عاشق اینجور نگاه کن خط خوب بلند
دوباره برگشتیم و من هر وقت یه مسافرت میام صدام اینجوری میشه. آره ولی امروز شاید به خاطر اون مارمولکه بوده که خیلی جیغ کشیدم، فکر میکنم همون بود، اگر دیشب ما خیلی جیغ و داد نزدیم. در کل ما ساعت 4 و نیم رسیدیم خونه. مسیر خیلی دیگه هوا عالی بود، از عالی بودن آفتاب به شدت میتابید. من ضد آفتاب نزده بودم به دستام که این شروع کرد قرمز شدن. همون لحظه ضد آفتاب رو زدم، حالا به این وضع رسیده دستام همه قرمز شد. چرا ساعتت واسه معلومه؟ آره خیلی زیاد بود دیگه. اومدیم خونه و تا لباسا رو انداختم ماشین، سه دست ماشین بنده خدا شروع به کار کرد. ظرفا رو شستم دیگه، دوش گرفتم، کارامو تراستوریز کردم، گفتم در انتها با شما این مسافرت و اتفاقایی که افتاد رو در میون بذارم. در کل سفر فوق العاده عالی بود. یک شب تونستیم اونجا بمونیم چون واقعا بچه‌ها شرایط اینو نداشتن بیشتر بمونیم. امروز برنامه‌مون این بود که بعد از اینکه صبحونه خوردیم تو مسیر جایی دیدیم بمونیم برای عکس و حالا بازم دور هم باشیم. ولی انقدر اون قسمت مه زیاد بود که فقط نگران این بودیم که به سلامت اون مسیر رو طی کنیم. به خاطر همون دیگه فرصت نشد در کنار هم باشیم. سفید بود اصلا جاده. آره. هیچ معلوم نبود فرق خیلی واقعا خط فقط وسط جاده معلوم. دست آدم در نکنه. آره من که اصلا اینجور موقع واقعا نه تسلط دارم، نه میتونم کمک کنم، نه رانندگی میکنم. در کل عادل که خیلی مثل همیشه پایه بود، زحمت کشید دستش در نکنه. خیلی به ما خوش گذشت. مطمئنن یه سریاتون براتون سواله که حالا این یه روزی که ما رفتیم چقدر هزینه برداشت. بچه‌ها ما هر وقت، حالا شاید یه سریام تازه وارد کانال شدن، ما هر وقت دوستان بیرون میریم همه با هم برنامه‌ریزی میکنیم. یکی مادر خرج میشه، خریدار رو انجام میده و با مشورت همه، یعنی اینجوری نیست که یکی هر چی دوست داره بخره. با هم دیگه برنامه‌ریزی کردیم که غذا چی باشه، صبحونه چی باشه و هزینه خونه رو در نظر گرفتیم. خلاصه این که همه با هم برامون نفری 675 تومن شد که من و عادل با هم شد 1,350,000 تومن. به نسبت این که هم یه ویلا تو یه منطقه خیلی خوش آب و هوا بود و اینکه غذا و خلاصه اون تنقلات و اینا همه چی اوکی بود، واقعا به نظرم قیمت خیلی مناسبی میتونه باشه. آدم یه شب میخواد خلاصه بیرون از خونه باشه. جدا از اون هزینه حالا بنزین و اینا که هر کی شخصا هزینه خودش رو پرداخت کرد. در کل خیلی روز خوبی بود، خیلی به ما خوش گذشت در کنار دوستامون. امیدوارم بازم فرصت بشه چون همه انقدر درگیر و مشغله دارن که واقعا برای ما هم این لحظه ها همونجوری که شما میبینید و حس خوب میگیرید برای ما هم همونه. انقدر حس خوبی به ما دست میده، یه انرژی خیلی خوبی میگیریم برای شروع هفتهمون. از من دیگه خدا نگهدار. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، شما هم لذت برده باشید. دوستتون دارم. یادتون نره برای حمایت از من و کانالمون همراهی کنید. بله لایک کنید، کامنت بذارید و دیگه چیکار باید بکنیم؟ همین دیگه. همین باشیم. باشین ما انرژی مثبت بگیریم و بازم میتونیم ویدیوهای خوب باهاتون به اشتراک بذاریم. شما خسته نباشید. من که زود اومدم گفتم میرم سر کار، چون یکم کارم عقب مونده برم کارم انجام بدم، ولی دیدم نه خیلی خستم نتونستم برم. گرفتم یک مقدار خوابیدم و الان خسته شدم. ما از صبحونه که خوردیم نهار نخوریم، الان یه کم کم داره گرسنه‌ام میشه. دوستتون داریم، امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.